خط داشته باشیم. آقای رستمی عزیز، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید قربان. درود بر شما آقای زادی و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوارم که تصویر و صدای من بهتر از قبل تصویر از کانال 4 سوئد بهتر شد. حالا اینجوری چون لحن لحظه پیشی مشکل رو داشتیم. در اصل سپاسگزارم که این وقت رو گذاشتید که بتونیم در کنار شما باشیم. صحبتی دارید یا مستقیما بریم سراغ سوال جواب‌ها؟ نه من صحبتی خاصی ندارم. خواهش می‌کنم. آقای رستمی عزیز، یک آقا و خانم با دو تا بچه در سوئد زندگی میکردن، از همدیگه طلاق میگیرن، حالا به نوعی، یعنی دلیلی نداره حتما دقیق باشه، خانوم با بچه ها میرن کانادا، در کانادا اقامت میگیرن، همه چی، هیچ مشکلی هم ندارن، همه چی. حالا آقا که میخواد که ویزای کانادا رو بگیره، به کانادا بره و دوباره با هم دیگه ازدواج بکنن، زندگی بکنن و هر چیزی، یه مشکل این وسط پیش اومده. ایشون 3 تا یا 4 سال پیش توی خیابون با یک دوچرخه تصادف میکنه. کار به اینجا میکشه که دوچرخه طرف خراب میشه و اینا، دادگاه رأی میده که آقا باید شما 14000 کرون به ایشون پرداخت بکنید بابت غرامت و اینا پرداخت میکنه و پرونده هم بسته میشه. حالا ایشون تا حالا 3 دفعه تقاضای ویزای کانادا کرده ولی کانادا میگه که نه، شما یک پرونده جنایی یا یک پرونده قضایی، معذرت میخوام، یک پرونده قضایی در سوئد دارین، به همین دلیل ما بهتون نمیدیم. این پرونده چند وقت توی پرونده یه نفر میمونه آقای؟ این احتمالاً دادگاه بعد این رو جرم در واقع تلقی شده، حالا جرم ترافیک و یا حالا چیز دیگه بعد، و جریمه نقدی فرد اگر فقط به جریمه نقدی محکوم بشه این 5 سال در بلاسنیستر خواهد موند. اگر مجازات بیشتر از جریمه نقدی باشه اون موقع 10 سال در بلاسنیستر این مشخصات وجود خواهد داشت. اوکی، پس این یعنی واقعا اگر یه نفر آدم مثلا تو خیابون با یه نفر با یه دوچرخه تصادف بکنه بعد پول دوچرخه طرف هم بده، کانادا با آدم ویزا نمیده؟ یعنی این شکلیه واقعا؟ من فکر نه شکلی که نیست. این ببینید، جرایم در واقع در بلاسنیستر ثبت میشه وقتی فردی مرتکب جرم میشه و دادگاه محکوم میکنه فرد رو، خب این به عنوان جرم میشه. منتها اگر دعوای مالی باشه که خب اون یه بحث دیگه است، اون جایی ثبت نمیشه به عنوان سوء پیشینه به قول معروف. دقیقاً. ولی خب این احتمالاً جرم در واقع بروت همون جرم بوده و در دادگاه فرد محکوم شده، بله اون موقع این ثبت میشه. پس احتمالاً بیشتر از یک تصادف معمولی بوده، احتمالاً یه چیزی بوده که حالا این شنونده عزیز ما به ما نگفتن. بله، به هر حال اگر از طرف دادگاه محکوم شده، به دادگاه جنایی محکوم شده، خب اون برای ثبت خواهد شد. بله. سپاسگزارم. دوستی نوشتن که سلام خدمت شما و آقای آزادی و مهمان گرامی آقای رستمی. سوال من این است که من یک سوئدی غیر ایرانی هستم، میخواهم با یک ایرانی که در داخل ایران زندگی میکند سامبو و یا نامزد بشم. اگر سامبو و یا نامزد من به سوئد آمد و نخواست همراه من زندگی کند، من چه مدارکی را میتوانم پیشاپیش آماده کنم که ایشان از من هیچ ارث و میراثی نبرد، یعنی تمام اموال من برای خود من بماند؟ معمولا وقتی که افراد زندگی مشترک رو شروع میکنن همون یا ازدواج یا سامبو فر هولاند هست، به قول معروف زندگی بدون ازدواج. برای هر دو حالتش میشه که یه قرارداد در واقع موقع شروع رابطه و یا شروع ازدواج، در واقع ازدواج، میشه یه قرارداد تنظیم کرد و اسم این قرارداد در رابطه ازدواج اکتنسال فرود هست و در سامبو فر هولاندا هم مثلا هم بهش گفته میشه سامبو آفتال. این رو ایشون باید سر بکنه که این در واقع توافق انجام بگیره که این فردی که در ایران هست رو هم ایشون نیز این شرایطش بهش توضیح داده بشه و قبول بکنه و امضا بکنه. بهترم هست که این متن علاوه بر زبان سوئدی به زبانی که فرد تسلط داره نیز ترجمه بشه و توضیح داده بشه که این چه قراردادیه، چه متنیه و چه استفاده‌ای داره، که بعداً در حال فردی که زبان سوئدی بلد نبوده و یا قوانین سوئد آشنا نبوده بعداً ادعایی نکنه که من متوجه متن این قرارداد نشدم، که در این کیس زبان پارسی هستش.
بله. مرسی. دوستی نوشتن سوالی داشتم از ایشان، یعنی از شما، خانم بنده که ازدواجی ایشان آمدن، 2 سال اول اقامت خود را در دسامبر تمام می شود، چه زمانی باید دوباره اقدام به اقامت کرد؟ و سوال دوم این است که چند بار باید برای اقامت تمدید کرد و چند ماه طول می کشد اقامت ایشون تمدید شود؟ با تشکر از آقای روسته. اقامت بر اساس ازدواج 2 سال اولش 2 سال است، بعد از 2 سال دوباره 2 سال دیگه تمدید میشه و بعد از 4 سال فرد میتونه که درخواست اقامت دائم کنه. برای کسب اقامت دائم نیز شرایطی وجود داره، یعنی فقط به خاطر وجود رابطه به فرد اقامت دائم داده نخواهد شد. حتی اگه رابطه هم ادامه پیدا بکنه، فرد بعد 4 سال اتوماتیک اقامت دائم کسب نمی‌کنه، بلکه باید در واقع خود اون فرد نیز بتونه از طریق کار کردن، استخدام در یه شرکتی و یا تأسیس شرکت یا ترکیبی از این هر دو بتونه خودش امرار معاش بکنه. تحت اون شرط هست که همچین فردی بعد 4 سال میتونه اقامت دائم کسب بکنه. این فرد در حال حاضر در دوران اقامت اول 2 ساله اول سر میبره و 2 ماه مونده به اتمام اقامت میتونه که درخواست تمدید اقامت بکنه. چقدر طول میکشه؟ این شما از 1 یا 2 ماه تصور بکنید که میتونه طول بکشه تا 1 یا 2 سال. بعد به مسئله مسکنم، چون با هم زندگی میکنن دیگه، پس مسئله به عنوان مسکن وجود نداره در این مورد دیگه، درست؟ هنگام اولین اقامتی که همچ فردی کسب میکنه، قاعدتا فرد مقیم سوئد، همون آنکنیتینگس پرسون، باید مسکن داشته باشه، همون شرط امرار معاش براش وجود داره. امرار معاش هم شامل 2 قسمت میشه. قسمت اول درآمد از طریق کار و داشتن مسکن مناسب. این وقتی فردی به خاطر ازدواج درخواست اقامت میکنه، فرد مقیم سوئد، پارتنر ایشون، همسر ایشون، باید این شرط رو داشته باشه. موقع تمدید اقامت اول در واقع از اقامت دوم در واقع، اون موقع در همچنین پروسه شرط امرار معاش وجود نداره. اگر رابطه وجود داشته باشه، به فرد اقامت 2 سال دیگه داده میشه. این بعد موقع امرار معاش، موقع اقامت دائم، دوباره این فرد خودش باید طبیعتاً، خب مسکن با هم اگه رابطه ادامه داره وجود داره، اون مسکن قبلی وجود داشته و یا حالا یه مسکنی به هر حال مشترکی وجود داره و اون که معمولاً مشکلی نیست، میمونه این که فرد خودش باید امرار معاش بکنه. این جوری است، یعنی در واقع وقتی که رابطه وجود داره و قبلا خب به هر حال مسکن وجود داره، احتمالی که مسکن هم به همین جوری به هر حال مسکن مناسبی وجود خواهد داشت دیگه بعد 4 سال. بنابراین اونش زیاد مشکل نیست. با سپاس. دوستی دیگه نمیشن: سلام، من حدود 3 سال پیش اقامت کاری گرفتم و الان هم استخدام همان شرکت هستم. همسرم هم از طریق من اقامت گرفت و الان خودش یک شرکت تأسیس کرده. آیا من می توانم الان در شرکت همسرم استخدام بشوم؟ یا آیا اگر من در شرکت همسرم استخدام شوم، برای اقامتم مشکلی پیش می آید؟ بله، این اقامت وقتی که فرد بر شرکت همسر استخدام میشه، اون موقع این سوال پیش میاد که آیا این رابطه در واقع استخدامی کارفرمایی کارمندی هست یا نه، و در همچین حالتی ریسک این وجود داره که اداره مهاجرت این رو به عنوان استخدام شدن تلقی نکنه، بلکه سرمایه گذاری این رو تلقی بکنه و اون موقع خب شرایط خاص خودش رو داره و به این مقداری ریسکیه و هیچ گونه حالا مزیتی به هر حال به فرد نداره. حالا اگه فرد نتونه کار بکنه، اینا یه بحث دیگه است، ولی یعنی مجبور باشه که بیاد اونجا کار کنه، یه بحث دیگه است، ولی وقتی امکانش وجود داشته باشه این توصیه نمیشه، چون ریسک اینی که این به عنوان سرمایه گذاری تلقی بشه وجود داره، چون همسرم وابسته این فرد هست، بنابراین این جور در نمیاد.
البته آدم وقتی برای همسرش کار میکنه و از وقت دیر میتونه بره سر کار. آقای اون موقع دیگه باید برگرده کشور خودش نه یادم. خب پس بهتر اینه که ایشون این 3 سال که الان هست، 1 سال آینده هم در همون کاری که هستن ادامه بدن تا تکلیف اقامت دائمشون مشخص بشه، بعد اگر خواستن به استخدام شرکت خانومشون در بیان. دقیقا. ببینید وقتی که فردی که صاحب شرکتی در واقع کارفرما هم به عنوان همراه فرد اصلا جور در نمیاد، این یه چیز معقولی نیست. اوکی. البته خب خانم اقامت دائمشون رو گرفتن اینجوری که گفتن، من نمیدونم. حالا در اصل توضیح رو آخه من اینجوری متوجه نشدم. من متوجه شدم که اینا به عنوان گفت به عنوان همراه من درخواست اقامت آره بعد کردن. از اون خانم رفتن یه شرکت تشکیل دادن وقتی که اقامتشون رو خانم گرفتن، حالا ایشون هم یه شرکت تو. ولی خب درست داری میگین، مشخص نیست که خانم اقامت دائم رو داره یا نداره. سپاسگزارم برای توضیحتون. دوستی نوشتن سلام آقا نوین، ممنون آقای رستمی، بپرسید راجع به شرایط و الزامات مسکن جهت اخذ اقامت دائم پس از دوره 3 ساله اول پناهندگی توضیح بدن و اینکه آیا حتما باید قرارداد مسکن دست اول باشه یا خیر. در این مورد زیاد تخییر نمیشه، قرارداد دست دوم هم قبول داره در مهاجرت، مسکن که در واقع برای مسکنی وجود داره که فرد اجاره میکنه و از اینه هاش رو پرداخت میکنه رو اداره مهاجرت تا به حال قبول کرده. اوکی. مرسی. سوال بعدی دوستی نوشتن آیا این درست است که هر شخص میتونه در سال مقدار 150 هزار کرون وارد سوئد بکند؟ من دقیقا اطلاع ندارم از این موضوع. البته ببخشید یعنی وارد آخه یعنی چی؟ منظوری که بدون چی وارد بکنه چی؟ ایشون من مطمئنم که ایشون هر کسی هر چقدر پول بخواد میتونه وارد سوئد بکنه. من اینو یه بار از بروکرات پرسیدم و بعد دیگه مسئله ایشون با اداره مالیات و اداره مالیات و بانک ها مسئله خواهد بود که خب این پول از کجا میاد، قضیهش چی؟ در ضمن دوستان عزیز فراموش نکنید که شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 هم در خدمت شما عزیزان است، اگه مایل باشین زنگ بزنید. بریم سراغ سوال بعدی. اگر به عنوان شهروند سوئد غیر ایرانی بخوام از طریق ازدواج همسرم را بیارم ممنون میشوم اطلاع بدهید که در مورد تقسیم. نه اینو که جواب دادید دیگه، این دقیقا همونیه که شما فرمودین در مورد سامبو آفتال بعد آدم داشته باشه، در مورد ازدواج هم که همون اکتنسکاپ فور اورد بعد داشته باشه بره. و بهتر هم هست که به زبان اون شخصی باشه که دارم میان که متوجه همه چیز شده باشن. دوست دیگری نوشتن با درود، من 1 بار درخواست پاس سوئدی کردم که بعد از 4 سال جواب منفی آمده، چقدر باید بگذره تا دوباره درخواست بدم؟ دلیل منفیش اول باید بفهمیم چی هست بعد بریم سراغ بقیه موضوعات. ولی خب معمولا در واقع پروسه تابعیت فردی که مسن باشه یعنی بالای 18 سال باشه و درخواست تابعیت میده، معمولا به هر حال مدت زمان رسیدگی وجود داره، 1 سال 2 سال بعد طول میکشه، ولی معمولا در سوئد تا به حال رسم برای این بوده که به افراد متقاضی جواب رد نمیدند. من اینکه یه ایرادی وارد باشه در مورد هویت، در مورد مدت زمان زندگی در سوئد و در مورد زندگانی شرافتمندانه که از قانون ازش یاد میشه، یعنی فرد مرتکب جرمی نشده باشه و یا خلاف قانونی مرتکب نشده باشه، میتونه موارد مختلف دیگه‌ای هم باشه، فقط جرم نیست، و انتظار میره که در آینده نیز زندگانی شرافتمندانی رو در سوئد داشته باشه. این معمولا این 3 مورد هست که بررسی میشه و اگر در یکی از این موارد ایراد باشه خب به هر حال این ایراد در احتمالا در آینده هم وجود خواهد داشت، بستگی داره که کدوم یکی از این موارد ایراد باشه. اگه نمونه هویت ایراد گرفته باشه که خونو کارش نمیشه کرد، یعنی یه جوری مشکل میشه قضیه. در مورد سوء پیشینه باشه خب اون به هر حال برای بستگی داره که آیا مرتکب جرم شده فرد یا نه، به مدتی که در قانون قوانینی که در مهاجر تابعیت وجود داره اون یه جدولی برای این مورد هست که
چند سال باید طی بشه وقتی فرد مرتکب جرم بشه، و جرم هم در واقع مجازات جرم مهم هست که در واقع چگونه مجازاتی رو مجازاتی در کسب دریافت کرده باشه. اینا مسئله هستن که باید دقیقا نور بررسی از این کدوم یکی از این ایراد بوده که بشه در مورد درخواست بعدی هم برنامه ریزی کرد. پس بهتره ایشون بنویسن که در چرا بهشون نگفتن که آدم بتونه یه فکری بالش بله. خب اول 98-38-43 زنگ زد. درود بر شما، بفرمایید و روی خط هستیم با جناب رستمی. سلام آقا نوید و همینطور به آقای رستمی. خواهش میکنم بفرمایید. آقا نوید، من دخترم از طرف خواهرم آلمان دعوت شده به آلمان 3 ماه. بعد ایشون میتونه از آلمان توی مدت 3 ماه خارج بیاد اینجا، من میتونم اینو اینجا نگه دارم برای من مشکل سازه یا نه؟ ببینین ببخشید من یه چیزی اول از من آقای رستمی خیلی شرمنده. شما وقتی که میگین ایشون ویزای آلمان گرفته، شما اول باید بدونین که ویزای مولتی گرفته، شنگنه یا نیست. بعد شما حالا سوال میکنین که من اینجا نگرش دارم یعنی چی؟ اینو بگین که آقای رستمی بتونن جواب بدن. نگرش دارم. شنگن داره. شنگن داره. پس میتونه بیاد سوئد. دوست داره که بیاد سوئد بمونه، اقامت بگیره. خب. آقای رستمی برای من مشکل ساز نیست چون من دعوتش نکردم. خالش میشه دعوتش کرده با ویزای خالش بیاد آلمان. مد زمانی که شنگن داره قبل از اینکه تمام شه بیاد اینجا تقاضای اقامت کنه. برای من مشکل میشه یا نه؟ چه اقامتی بکنه تا پناهندگی مثلا بخواد بله. بگیریم؟ خب آقای رستمی بله پناهندگی بگیریم. آیا برای بله. من میتونم دعوت کنم بقیه بچه هم نه. و بعدها مشکل پیش میاد یا نه؟ اون من در جوگم نه، ولی آقای رستمی خواهش میکنم. این سوال های زیادی و مسئله مختلفی رو شما مطرح میکنید. اول درخواست پناهندگی، اگه همچین فردی درخواست پناهندگی بکنه، قاعدتا شامل قوانین دابلین میشه، مقررات دابلین میشه و باید یعنی قاعدتا سایر برش میگردونه که در آلمان دوباره که اگر فرد درخواست پناهندگی کرده اونجا درخواست پناهندگیشو بده و باشه در مقامات آلمان به درخواست پناهندگی همچین فردی رسیدگی بکنند. منتها 2 مورد استثناء در این زمینه وجود داره. یک این که اگر همچین فردی 6 ماه بعد از اتمام دوران ویزا اعتبار ویزا وارد سوئد بشه و درخواست پناهندگی کنه، اون موقع این استثناء شاملش میشه. و یا اگر اومد بلا فاصله به هر دلیلی در عرض اون مدت 6 ماه که صحبتش میشه درخواست پناهندگی کرد، اون موقع برحال اداره مهاجرت تصمیم گیری میکنه که این فرد باید برگرده آلمان. و از تاریخی که آلمان اگر این فرد بر نگرده و از تاریخی که آلمان در واقع ایشون رو قبول کرده که تحویل بگیره، 18 ماه باید طی بشه تا بعدن فرد بتونه دوباره درخواست پناهندگی کنه. این دوتا استثناء در این زمینه وجود داره. چه مشکلاتی برای شما میتونه؟ هیچ مشکلی نداره. فرد مسنیه، ایشون احتمالاً بالای 18 ساله، فرد عاقل بالغیه و خودش تصمیم گیری میکنه که چیکار بکنه و چیکار نکنه و هیچ گونه ربطی در این زمینه به شما که مادرش هم هستید نداره. ولی دلایل دیگه اگر بتونه پیدا بکنه و به خاطر اون اقامت بگیره، اون یه بحث دیگه است. دلایل دیگه هم میتونه کار باشه، یعنی در شرکت اینجا استخدام بشه، خب با درخواست اقامت بکنه برگرده خارج و اقامت بگیره و بیاد. یا مورد دیگه هم معمولا رایجش این تریشون فردی آشنا بشه، میتونه که اقامت بر اساس ازدواج کسب بکنه و اونم شرایط خاص خودشو داره. برای شما چیزی فرمودین؟ من گفتم که یه سال داشتم، گفتم میتونم بقیه بچه ها رو دعوت کنم برای دیدن بیان یا نه؟ دیگه نمیشه با این عملی والا جوابی که آقای رستمی دادن جواب هست. ولی این دختر خانم وقتی بیان سوئد آیا میگن که شما مادرش هستین و اینجا هستین یا خیر؟ بله میگن. اگر بخواد بهش بدن، یعنی این باعث بشه که بهش بدن، بله میگه مادرم هستش، میخوام بیام پیش مادر. بله اگر مادر. یکی از اعضای خانواده در واقع نزدیک افراد خانواده بیاد غیر قانونی، حال قانونی یا غیر قانونی درخواست اقامت پناهندگی بکنه، اینا بر حال اگر شما کسی دیگه رو بعدن دعوت کنید، خب این میتونه مشکل ساز بشه برای اون فرد متقاضی. بله ممنون. مشکل که یعنی موافقت اتماعا نخواهد شد دیگه با ویزاش.
درسته. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. شما هم خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم. الو سلام آقا نبی. درود بر شما عزیزم، بفرمایید. مرسی خدمت های رستمی. یه سوال داشتم آقا نبی از آقای رستمی. برای کیسی کسی که بخواد طرف مقابل از ایران بیاره ولی ازدواج نکرده ولی کیس سامبو داده، آیا این کیس هم قبول میشه توی اداره مهاجرت؟ بله، ببینید رابطه خانوادگی در صورت بر دو مورد، دو گونه است، یکی ازدواج، یکی زندگی مشترک بدون ازدواج، و هر دو حالتش یه رابطه خانوادگی تلقی میشه و فرقی با هم ندارد. بعد جناب رستمی، من الان تا پارسال توی ما، یعنی الان حدود 16 ماه است این تقاضا رو فرستادم برای اداره مهاجرت، بعد مدارکایم که توی اون تقاضا ازم میخواستن فرستادم که قرارداد خونه دست اول بوده که براشون فرستادم، نامه حقوقی میخواستن و به اصطلاح یه کار استخدامی، که این سه تا گزینه رو من براشون فرستادم همزمان با تقاضایی که فرستاده شده براشون. بعد اون مبلغ آویفتم که فکر کنم 2000 کرون بود، اونم پرداخت کردم همون 15 ماه پیش، ولی الان حدود 15-16 ماه میگذره که هیچ جوابی به ما داده نشده هنوز. چند بار که دو سه بارم زنگ زدم اداره مهاجرت، میگم به خاطره که سرمون خیلی شلوغ هستش، باید شما فعلا وایسین، پرونده شما هنوز زیر دست هندلگاره نرفته. بله. خب درسته، ایرادش تو چی هستن؟ مدت زمان بسیار طولانیه دوست عزیز، بسیار بسیار طولانی متاسفانه. بله، کیس سامبو رو قبول میکنن. ببینین اجازه بدین شما، اگه به برنامه قبلی آقای رستمی توجه کرده باشید، ایشون گفتن سامبو و ازدواج رو قبول میکنن، ولی همیشه جدی بودن این فور هولانده به اصطلاح یا سامبوی یا ازدواج هستش که شما باید ثابت بکنید. درسته آقای رستمی؟ بله. ببینید رابطه ازدواج خب در قوانین و فرهنگ سوئد هم برها رابطه قوی تر از سامبو فور هولانده تلقی میشه، هم از نظر حقوقی هم از نظر فرهنگی. بنابراین برحال ولی خب در مورد اقامت، نوع اقامتی که فرد متقاضی دریافت میکنه بعدن اقامت دائمی، نه فرقی از نظر قوانین مهاجرتی نداره. در متای موردی رو اداره مهاجرت هنگام تصمیم گیری که بررسی میکنه این که این فرد رابطه چقدر جدی هست، یعنی حتی اگر در بعضی موارد افرادی که حتی ازدواج هم میکنن و سند ازدواج ارائه میدن، اداره مهاجرت با تحقیقاتی که انجام میده به این نتیجه میرسه که نه، این رابطه اصلا جدی نیست و جواب منفی به این همچین پرونده هایی میده. بنابراین یه ذره شما باید دقت داشته باشید که منظور از این صحبت ها چی هست. یه موردی داریم ما مربوط به قوانین خانواده میشه، یه موردی هم هست مربوط به قوانین مهاجرت، که اینا هم با هم دیگه فرق دارند، هم شبیه هم هستند و در واقع اون همه اینها یه مقداری به هم دیگه رفتن پیدا میکنن. بنابراین در رابطه ای که حتی ازدواج هم وجود، سند ازدواجی هم وجود داشته باشه، باز همین رابطه در بعضی موارد جدی تلقی نمیشه و بستگی داره که افراد چرا تصمیم میگیرن که همچین کاری رو انجام میدن. چرا رابطه ازدواج صورت نمیگیره، چرا اون یکی میخوان، اینا به هر حال دلایل خاص خودش رو داره، افراد دلایلی دارن برای این کار، بنابراین یه مقدار باید بینا دقت کرده، ولی در حال دقت کرده، ولی در مورد قوانین مهاجرت اینا با رفتی و هیچ گونه تفاوتی با هم دیگه ندارن. و مدتی که الان ما 15-16 ماه وایسادیم هنوز جوابی ندادن، این فعلا نرمال هستش به خاطر شلوغی پرونده‌های توی اداره مهاجرت؟ بله، میتونه چیز خاصی نباشه. اگر شما اون درخواستی که فرستادید و به یک سری سوال‌های جواب دادید و یک سری مدارک ارائه کردید، یعنی هنوز پروسه به اون مرحله نرسیده که اصلا همدیگاه اینو بررسی بکنه، نگرانی وجود نداره. چون یکی دو بارم که صحبت کردم با یه دونه پرسونال توی اداره مهاجرت، گفتن اگر شما مسافرت هایی که خارج از کشور می، تو من گفتم به خاطر یه دلایلی نمیتونم ایران برم،
ولی خب کشور همسایه چند بار این صحبت ها رو شما چرا باید با یه فردی در پشت تلفن در اداره مهاجرت انجام بدید؟ چون از من سوال کردن که شما همدیگر رو مثلا اونا مگه چی هستن؟ چرا باید سوال کنن هستن؟ چرا باید زنگ بزنید؟ این موضوعاتی هستن که مسائل رو در بعضی موارد خیلی موارد دچار مشکل میکنن. اداره مهاجرت مسئول مشاوره حقوقی با شما نیست. شما یه درخواست دادید، منتظر بمونید تا درخواست بررسی بشه. دیگه زنگ زدن دیگه درد رو اون به من گفتن که اگر مسافرت هایی با هم دیگه انجام دادین خارج از کشور بلیتتون و اون چرا مامور اداره مهاجرت باید همشهر به شما بزنه؟ کسی که تلفن رو جواب میده شما میگین هنوز هندلگاره ندارین. چرا یه نفر که میدونم نه آقا نوید، چون به من گفتن اگر مسافرتی انجام دادی باز حرف رو تکرار نکنم. صحبتی مطرح بشه این موضوعات رو خراب میکنه. شما درخواست فرستادی، ایشون درخواست فرستاده، پرونده تکمیله، همین حد میخوان پیگیر میشین که اونا میگه هنوز همدیگری وجود نداره. بنابراین منظور من درک رو میگم اینه که همچین صحبت هایی در پرونده درج میشه. اون فردی که از شما سوال میکنه همجوری الکی سوال نمیکنه، اون بعدن یادداشت برمی‌داره، بعد اون یادداشت ها بعدن دوچار شما مصاحبه هایی که بعدن فرد تصمیم گرفته اونجا اونا رو میبینه. در جاهای این تناقض میتونه به وجود بیاره. یعنی نیاز شما نباید به مامور دولت زنگ بزنید ازش سوال بکنید، اون هم از شما سوال کنه که من نمیفهمم اینو. امیدوارم شما درخواست دادید باید صبر بکنید که موقعش برسه که رسیدگی بشه. امیدوارم هستم که منظور رو فهمیده باشین، چون وقتی که شما میگین که هندلگاره هنوز تعیین نشده، پس هنوز کسی پرونده شما رو نگاه نکرده. شما هر توضیح اضافه بدید اضافه است. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. آقای عزیزی هنوزشون تلفن گوش قطع کردن، نمیخواستم دیگه باشون این صحبت رو مطرح کنم، ولی این رو من از دید این خیلی بارها و بارها این اتفاق افتاده که افراد به هر دلیلی یا زنگ میزنند یا به اداره مهاجرت مراجعه میکنند. کارمندهایی که دم در هستند و تلفن یا به اعتماد تلفن جواب میدن، اینا هیچ کدومشون تحصیلات مناسبی ندارن. اینها کارشون فقط نمیدونم کاغذ بیار، کاغذ ببر، تلفن جواب بده، اینجا بیا، اونجا برو، یه همچین درگه همچین سطحی هست وظیفشون. بعد وقتی که افراد زنگ میزنن و یه سری صحبت هایی رو مطرح میکنن، خب همینا اونجا یادداشت میشه، فرد شماره پرونده رو میگیره و یه گفتگوها رو ما یادداشت میکنه. و اینجا افرادی که زنگ میزنند اصرار دارن که یه چیزهایی رو بپرسن، یه تاییدیه هایی بگیرن، یه سوالی بکنن، اینها مشکل ساز میشه. ما اینجا هم مشکل درک مطلب داریم که افراد زنگ میزنن به اداره، و همین که خود سیستم اداره، من نمیفهمم چرا باید اداره مهاجرت یه سری افرادی رو بذاره اونجا که افراد زنگ بزنن باشون مشاوره حقوقی در. یعنی الان من این رو به خاطر خودم نمیگم، این اشتباهه. یه ارگان دولتی مسئول ارائه مشاوره حقوقی به افراد شهرونده نیست، و اطلاعاتی که از اون طریق کسب میشه مبنای رفتار افراد قرار میگیره که بر اساس اون اطلاعاتی که کسب می‌کنن یه کاری انجام میدن که اشتباه میتونه بشه. و اینکه اصلا اداره ارگان دولتی وظیفه‌اش ارائه مشاوره حقوقی نیست، و اونایی هم که به سوال‌ها پاسخ میدن یا تماس‌ها رو برقرار میکنن، اونا افرادی نیستن که تصمیم گیری میکنن، یعنی بعداً در پرونده هیچ گونه دخالتی ندارن و حتی دانشش رو ندارن. بارها و بارها اتفاق افتاده به من زنگ زده شده و این مسئله مطرح میشه که ما زنگ زدیم اداره مهاجرت هم حرف به ما زد. اون فردی که زنگ جواب میده در اون لول اطلاعاتی نداره، به پرونده اشراف نداره، جوابی هم که میده اصلا درست نیست، بنابراین نمیشه به اون جوابها اعتماد کرد و بر اساس اون جواب یه سری کارهای اقداماتی انجام میده. بنابراین کاملا درست میگه، چون توصیه نمیشه که به اداره مهاجرت، به دادگاه، به ارگان تصمیم گیرنده نباید زنگ زد و باشون صحبت کرد و یا مشاوره دریافت کرد. این رو مشاوره رو از طریق دیگه ای میشه اینو دریافت کرد. اصلا آقای رستمی، منطقیش هم وقتی شما نگاه بکنید اینه که من زنگ میزنم به اداره مهاجرت، یه رفعه تلفن رو برمیداره یه کامپیوتر جلوش، میگم ببخشید پرونده من هندلگار پیدا کرده، میگه نه.
بعد من بشینم باهاش مشورت بکنم همین که شما میگین و مطمئنن اینا میتونه ضررهای جدی برای پرونده داشته باشه. مرسی به خاطر توضیحاتی که دادید. 98-38-43 بفرمایید، خواهش میکنم. و بعد از اون من بعد اسمس ها رو بخونم چون تعدادش زیاد شده. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، وقتتون بخیر. خاطر وقت شما هم بخیر عزیزم، بفرمایید. زنده باش. من یکی از دوستانمان اقامت کاری گرفت سال گذشته، یونی سال گذشته، ولی به دلیل اینکه پاسپورت ایشون، پاسپورت ایرانی ایشون تا تقریبا آگوست امسال بیشتر زمان نداشت، ویزایی که بهش دادن، ویزای کاری که بهش دادن، ویزای دو ساله ندادن و طبعا با توجه به پاسپورت ایرانی بهشون ویزا دادن. و الان هم که دیگه درخواست تمدید اقامت کاریشون رو ارسال کردن اداره مهاجرت. سوالی که هست یا دو تا سوال اینجا مطرحه. اول که اقامتی که الان اداره مهاجرت میده با توجه به اینکه همیشه اقامت ها دو ساله هست، الان هم دو ساله صادر میکنن یا که میان مثلا نگاه میکنن الان یک سال و نیم یا کمتر، ببخشید یک سال تقریبا اوشون ویزا گرفته، الان میان یه اقامت یک ساله دیگه براشون صادر میکنن؟ این سوال اول. خب بزنین جواب این سوال اول بگیریم. بله، این اگر اداره مهاجرت در این یک سال آینده بتونه برسه که تصمیم گیری کنه، اقامت یک ساله به فرد به احتمال خیلی زیاد داده خواهد شد که اون در واقع دو سال اقامت داشته باشه که بعدا دوباره اقامت دو ساله دیگه کسب کنه. ولی در اکثر موارد اداره مهاجرت طول میکشه مدت زمان بررسی، و اگر به عنوان مثال در ماه یولی گفتید سال تا یولی سال آینده اداره مهاجرت تصمیم گیری نکنه، احتمالاً دیگه از موقعی که تصمیم گیری میکنه یه اقامت دو ساله به این فرد میده. بنابراین این یه ذره اینطوری میتونه بشه. خب سال دومتون؟ ممنون. سال دوم هم اینه که برای درخواست اقامت دائم که بعداً در نظر میگیرن باید حتما دو تا اقامت دو ساله گرفته باشه، یا بعد از اینکه 4 سال اسکت رد میکنه یا 4 سال که کار میکنه و حالا اقامتی داره، بعد از اون 4 سال کار کردن میتونن درخواست اقامت دائم بکنن. ببینید این موضوع دو سال خب مسئله است. خب در همچین حالتی که شما فرمودید، به هر حال اداره مهاجرت سعی خواهد کرد که یک اقامت یک ساله دیگه به این فرد بده که 2 سال بشه، بعد 2 سال، بعد 2 سال دیگه اقامت بگیره فرد که بتونه بعد از 4 سال درخواست اقامت دائم بکنه. اون درخواست پروسه رسیدگی به اقامت دائم هم خب طبیعتاً یه پروسه، حالا حساب کنید بین 6 ماه 1 سال میتونه طول بکشه. منتها در بعضی موارد افراد درخواست تمدید اقامت دوم رو میکنن، و بیشتر حتی بعضی مواردی هست که بیشتر 2 سال طول کشید. یعنی اون موقعی که هنوز اینا 4 سال کار کرده فرد و هنوز اداره مهاجرت بعد 2 سال دومش تصمیم گیری نکرده، در همچین حالتی اداره مهاجرت میتونه که موقعی که تصمیم گیری بکنه به فرد کلن در مورد درخواست اقامت دائم رو به عنوان اقامت دائم بررسی کنه، و به اقامت دائم در واقع اگه فرد شرایطی داشته باشه در مورد اقامت دائمش تصمیم گیری کنه. یه مدت زمانی در این زمین خیلی سخت گیری شد، یعنی وقتی که افراد درخواست اقامتشون رو میفرستادند، عملاً همون افراد 4 سال کار میکردن و نیز اداره مهاجرت بعد 2 سال دومشون تصمیم گیری نکرده بود، و اون موقع یه اقامت موقت دوباره داده میشد که فرد برسه دوباره درخواست دیگه بده که اقامت دائم بررسی بشه. این رو بر اساس یکی از احکام دادگاه حالی قبلا این گونه شد، یعنی و ولی این اواخر من میبینم که موارد زیادی بوده که فرد در برای اقامت دومش درخواست اقامت داده و اداره مهاجرت در از اون 2 سال این نرسیده که درخواست رو رسیدگی بکنه و تصمیم گیری بکنه، و اون موقعی که تصمیم گیری بکنه دیگه اقامت دائم، این درخواست به عنوان درخواست اقامت دائم تلقی کرده و در مورد اقامت دائمشون تصمیم گیری کرده. یعنی این به نظر میسته این اواخر بیشتر این اتفاق میفته، و این بله میتونه اینطوری بشه. ممنون از جانتون. فقط سوال خیلی کوتاه، یه سوال کوچیک میپرسم اگر امکانش هست. بله. این که
اگر فرض بگیریم تا 4 ماه آینده جواب بدن یا 6 ماه آینده جواب بدن، ممکنه حتی اقامت 6 ماه مثلا صادر بکنن که 2 سال اول پر بشه؟ اقامت 6 ماه که نمیشه، اقامت 1 سال میشه، چون فرض یولی امسال اقامتش تموم شده، بنابراین وقتی که تصمیم گیری خواهد شد در آینده از تاریخ اقامت تموم شده در واقع این تصمیم گیری شامل اون دوران نیست خواهد شد، بنابراین اقامت 1 سال خواهد بود. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. دوستان عزیز، من چون وقت بسیار کم داریم دیگه تلفن نمیتونم جواب بدم. آقای رستمی، پسری مجرد 31 ساله با خانومی 40 ساله که در ایران هستن ازدواج قصد ازدواج داره، شانس قبولی نسبت به شرایط چگونه خواهد بود؟ حالا شرایط رو من بگم. این شرایطم داره، نه ایشون مالیات بعد از مالیات 18200 کرون حقوق داره، یه خونه 35 متری داره، قرارداد دست اول داره، هیچ قرض و قوله هم نداره و 9000 کرون هم کرایه خونهشه. آیا شانسی داره که این خانم در مورد امرار معاش اگه احتمالشون مد نظرشه گفتین که چقدر قبل از بعد 18200 کرون بعد از مالیات میاد تو جیبشون، 9000 کرون هم کرایه خونهشون. به نظر میشه تو مرز باشه، 200000 کرون هم 200000 کرون هم تو حساب بانکیشون پول پس انداز داره. بله، این ببینید اگر اجاره خونه هزینه اجاره 2000 باشه و بعد 9445 شما برای دو نفر نیاز هست، بنابراین بیشتر از 18000 کرون میشه. این در واقع این 18200 کرون یعنی از 240 کرون کم میاد. آره میگم دو مرزه، یعنی اینجوری که به نظر میرسه و این 200000 کرون میتونه کمک بکنه. بله بسیار عالی، ایشون فردی بسیار مناسب برای ازدواج هستن، همه چی دارن، خونه دارن، کار دارن، همه چی دارن، قرضم ندارن، هیچ کدومشون هم در ضمن گفتن ازدواج قبلا نکردن. بسیار عالی. آیا کسی که کرونوفوگدن هست میتواند درخواست پاس سوئدی بدهد؟ کرونوفوگدن معمولا اونجا قرض دارن بعد این نشان دهنده یه سری سهل‌انگاری ها و یا سری اشتباهاتی هست به هر حال که در زندگی افراد اتفاق میفته و نشانه خوبی نیست از دید اداره مهاجرت. ولی در و جواب میتونه منفی باشه. بله ولی وزیر میتونن بشه. میدونی کجا رو دارم میگم؟ خواهش میکنم، وزیر که چرز کنم قرض که ایچی درود بر شما. آیا قانون دابلین الان همون 6 ماه هست یا 18 ماه شده؟ بله هم 6 ماه هست هم 18 ماه هست، ولی بستگی داره کدومی که از این مواردش رو در نظر بگیرید. امکان هست سریعتن سریعن فقط یک گوش کنید دقیقا همون مورد، امکانش هست سریعن یک بار فقط بگید شاید ایشون تازه. بله شی ببینید، فردی که ویزا میگیره در دو بعد از اینکه اعتبار ویزا تموم بشه 6 ماه صبر کنه و درخواست پناهندگی کنه، خب این 6 ماه باید صبر کنه به اصطلاح از بعد از اتمام اعتبار ویزا. ولی اگر فرد در اون دورانی که ویزا اعتبار داره، یعنی 6 ماهی که صحبتش میشه، در اون دوران بیاد درخواست پناهندگی کنه، بلافاصله به اصطلاح درخواست پناهندگی کنه، اون موقع بله اداره مهاجرت تصمیم گیری میکنه و از موقعی که تصمیم گیری میشه حالا اکسپتید اسلنگ گفته میشه اون 18 ماه هست که 18 ماه هست. من دیگه سلام علیکم رو میذارم. که اقامت دوم ازدواج به چه سایتی باید اقدام کنیم؟ شاید صورت اقامت چی نمیم دوم ازدواج ببخشید نوشتن برای تمدید اقامت دوم ازدواج به چه سایتی باید اقدام کنیم و برای اقامت دائم اگه نتونم کار کنم و مریض باشم میتونم فقط تو وزارت کار ثبت نام کنم؟ و گفتن 14 ماه باید بگذره این کار رو انجام بدم. خوبه برای اقامت هم مشکلی پیش نمیاد؟ ببخشید من امیدوارم. بله سایت برای درخواست تمدید اقامت دوم در واقع دوران دو سالی دوم منظورشه که خب برای سایت اداره مهاجرت این درخواست رو میفرستن و میدن یا از طریق پر کردن فرم و ارائه درخواست به صورت کاغذی. بعد اون فرد برای تمدیدش شرط امرار معاش وجود نداره، ولی موقع درخواست اقامت دائم حتما باید بتونه که خودش از طریق استخدام و یا شرکتداری بتونه امرار معاش کنه.
بسیار عالی. من حتی خب استثنایی هم همیشه وجود داره، یعنی فرد بستگی به سنش داره، بستگی به توانایی کار کردن داره، اگر توانایی کار اصلا نداشته باشه به طور کل خوی بحث دیگه میشه، بیماری های چیزی، ولی در حالت عادی این استثنایی وجود نداره، فرد باید خودش بتونه از طریق کار و یا شرکت داری تونه امرار معاش بکنه. بسیار سپاسگزارم. من سریع اسمس ها رو دارم میخونم برای اینکه زیاد هست. خانومی ساکن سوئد هستند، 5 سال قبل مادر بزرگشون اومدن سوئد و پناهنده شدن و اقامت گرفتن با دعوتنامه‌ای که از پسرشون داشتن. از اون موقع هر موقع این خانوم برای مادرش درخواست ویزا داده ریجکت شده. این همیشگی است یا این قضیه قابل حل هستش؟ به هر حال اینا نشانه خوبی نیست. حالا چند سال به این موضوع اهمیت داده میشه با بستگی داره یه مقدار هم به وضعیت اون فرد در کشور خودش، یعنی به اون هم میتونه یه مقدار بستگی داره. چقدرش ببینید آخر، حالا من نمیدم فقط آیا دلیل، حالا ایشون که هنوز درخواست دوباره درخواست نداده که الان حالا گفتن هر چند بار تا حالا فرستادن، ولی برحال ویزا دادن به افراد شهروندان ایرانی در دوران‌های مختلف فرق میکنه و بنابراین و چشمنداز بهتر شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی در ایران اصلا وجود نداره، بنابراین برحال بازم میتونه مشکل سازه بشه. جناب رستمی، تفاوت سنی مشکلی ایجاد خواهد کرد برای ازدواج بین آقای 31 ساله و خانم 40 ساله؟ میتونه. اختلاف آنقدر زیاد نیست، ولی اختلاف برعکسه، یعنی نرم رایج اینه که معمولا مردا سنشون بالاتر. خب در بعضی برحال رایج نیست، یعنی این معمولا رایج نیست که یک مردی با 10 سال از یک خانمی که 10 سال از خودش بزرگتر باشه ازدواج کنه. خیلی جدی خیلی بودن نادره. جدی بودن این رابطه میتونه کمک بکنه دیگه، درسته؟ ببینید وقتی که همچین در واقع علایمی وجود داره در رابطه، قاعدتا اداره مهاجرت یک مقدار دقیق تر میشه و سوالهای دیگه ای مطرح میشه که اون موقع بستگی داره که این افراد چگونه به سوالها جواب بدن و نظر اون متوجه هستم. آقای رستمی، چون کمتر از 1 دقیقه وقت داریم من این سوال سریع میپرسم در مورد ببخشید ای داده بیداد بله لطفاً از آقای رستمی سوال کنید برای میزان خسارت و صدمه جسمی گذشته از اطلاعات بیمارستان و عمل جراحی به خاطر درگیری با فرد متخاصم چه شاخص و جدولی را باید در نظر گرفت تا دوران بستری و نقاهت نیز شامل این خسارت شود؟ در مورد هنگام ارتکاب جرم بود، درسته؟ بله، مثل که دعوا مثلا دعوا و اینجوری. بله. ببینید یه سری 45 ثانیه فقط. بله. آره. و فلورا د آربس اینکامست رو میشه درخواست داد در، ولی خب باید فرد هم گواهی پزشکی داشته باشه که نتونسته به خاطر مشکلاتی که باش این جرم به وجود آورده به سر کار، خب اونم به هر حال مدت زمان داره و برای هفته ای فکر کنم 640 کرونی هم چیزی تعلق میگیره، اونقدر رقم بالایی نیست و اگر برای یه شابلون بلوپه و اون مقداری هم که در واقع درآمدش از دست میره اونم میتونه درخواست بده و ضمناً هر جرایمی با توجه به شدت عدتش یک شابلون بلوپی هم داره که، ولی خب این مورد خاص اینه که بله فرد میتونه برای هر هفته که سر کار نمیتونه بره درخواست یه مقداری بکنه، ضمناً اون درآمدی هم که از دست داده نمیتونه درخواست بده. چون FMI های ما از کنار ما رفتن، من آخرین سوال رو هم ازتون بپرسم. دوستان از طریق فایل یوتیوبی که در صفحه گذاشته میشه میتونن که جوابو دنبال کنن. با سلام و خسته نباشید، در مورد فرم اکتنسکاپ فور اورد، آیا این فرم را هم به صورت آنلاین میشه فرستاد؟ چون تو سایت هست که به صورت آنلاین پر کرد و اگر امکانش نیست باید با چه ارگانی یا کجا میشه این کار رو انجام داد؟ البته این در مورد کسی است که همسر اینجاست و زندگی مشترک هم دارند در اینجا. ببینید آنلاین نداریم هم چیزی، فرم باید کاغذی نوشته بشه
افراد با همدیگه مذاکره بکنند، با همدیگه به توافق برسند، شرایط این قید شده در این قرارداد رو متوجه بشند، بعد امضا بکنند و بفرستند سکرت ورکت ثبت بشه. راه حل دیگه، روش دیگه و این کار وجود نداره. آقای رستمی، بسیار از شما سپاسگزارم به خاطر برنامه امروز. مرسی که وقت گذاشتید. آرزوی سلامتی و پیروزی دارم و امیدوارم که هفته آینده هم بتونیم در کنارتون باشیم. خیلی ممنون. موفق و پیروز باشید. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا تشکر از همگی شما، فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. پیروز باشید.